به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام را. این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکی‌های شرک و ظلم و جهل به سوی روشنایی ایمان و عدل و آگاهی به فرمان پروردگارشان درآوری، به سوی راه خداوند عزیز و حمید. همان خدایی که آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن اوست. وای بر کافران از مجازات شدید الهی، همانها که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و مردم را از راه خدا باز می دارند و می خواهند راه حق را منحرف سازند. آنها در گمراهی دوری هستند. ما هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم تا حقایق را برای آنها آشکار سازد. سپس خدا هر کس را بخواهد و مستحق بداند گمراه و هر کس را بخواهد و شایسته بداند هدایت می کند و او توانا و حکیم است. ما موسی را با آیات خود فرستادیم و دستور دادیم قومت را از ظلمات به نور بیرون آر و ایام الله را به آنان یاد آور. در این نشانه هایی است برای هر صبر کننده شکرگزار. و به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به قومش گفت نعمت خدا را بر خود به یاد داشته باشید، زمانی که شما را از چنگال آل فرعون رهایی بخشید، همانها که شما را به بدترین وجهی عذاب می کردند، پسرانتان را سر می بریدند و زنانتان را برای خدمتکاری زنده می گذاشتند و در این آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود. و همچنین به خاطر بیاورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام داشت اگر شکرگزاری کنید نعمت خود را بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسی کنید مجازاتم شدید است. و موسی به بنی اسرائیل گفت اگر شما و همه مردم روی زمین کافر شوید به خدا زیانی نمی رسد، چرا که خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است. آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند به شما نرسید؟ قوم نوح و عاد و ثمود و آنها که پس از ایشان بودند؟ همانها که جز خداوند از آنان آگاه نیست. پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند ولی آنها از روی تعجب و استهزا دست بر دهان گرفتند و گفتند ما به آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافریم و نسبت به آنچه ما را به سوی آن می‌خوانید شک و تردید داریم. رسولان آنها گفتند آیا در خدا شک است؟ خدایی که آسمانها و زمین را آفریده، او شما را دعوت می‌کند تا گناهانتان را ببخشد و تا موعد مقرری شما را باقی گذارد. آنها گفتند ما اینها را نمی فهمیم. همین اندازه می دانیم که شما انسانهایی همانند ما هستید. می خواهید ما را از آنچه پدران ما می پرستیدند باز دارید. شما دلیل و معجزه روشنی برای ما بیاورید. پیامبرانشان به آنها گفتند درست است که ما بشری همانند شما هستیم. ولی خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد و شایسته بداند نعمت می بخشد و مقام رسالت عطا می کند و ما هرگز نمی توانیم معجزه جز به فرمان خدا بیاوریم و از تهدیدهای شما نمی هراسیم. افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل کنند. و چرا بر خدا توکل نکنیم با این که ما را به راه های سعادت رهبری کرده است و ما به طور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد و دست از رسالت خیش بر نمی داریم و توکل کنندگان باید فقط بر خدا توکل کنند. ولی کافران به پیامبران خود گفتند ما قطعا شما را از سرزمین خود بیرون خواهیم کرد مگر اینکه به آیین ما بازگردید. در این حال پروردگارشان به آنها وحی فرستاد که ما ظالمان را هلاک می‌کنیم و شما را بعد از آنان در زمین سکونت خواهیم داد. این موفقیت برای کسی است که از مقام عدالت من بترسد و از عذاب من بیمناک باشد. و آنها از خدا تقاضای فتح و پیروزی بر کفار کردند و سرانجام هر گردن کش منحرفی نومید و نابود شد. به دنبال او جهنم خواهد بود و از آب بدبوی متعفنی نوشانده می شود. به زحمت جرعه جرعه آن را سر می کشد و هرگز حاضر نیست به میل خود آن را بیاشامد و مرگ از هر جا به سراغ او می آید ولی با این همه نمی میرد و به دنبال آن عذاب شدیدی است.
اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند همچون خاکستری است در برابر تندباد در یک روز طوفانی. آنها توانایی ندارند کمترین چیزی از آن چرا انجام دادند به دست آورند و این همان گمراهی دور و دراز است. آیا ندید خداوند آسمانها و زمین را به حق آفریده است؟ اگر بخواهد شما را میبرد و خلق تازه‌ای میآورد. و این کار برای خدا مشکل نیست و در قیامت همه آنها در برابر خدا ظاهر می شوند. در این هنگام ضعفا دنبال روان نادان و مستکبران و رهبران گمراه می گویند ما پیروان شما بودیم. آیا اکنون که به خاطر پیروی از شما گرفتار مجازات الهی شده ایم شما حاضرید سهمی از عذاب الهی را بپذیرید و از ما بردارید؟ آنها می گویند اگر خدا ما را هدایت کرده بود ما نیز شما را هدایت می کردیم، ولی کار از اینها گذشته است. چه بیتابی کنیم و چه شکیبایی تفاوتی برای ما ندارد، راه گریزی برای ما نیست. و شیطان هنگامی که کار تمام می شود می گوید خداوند به شما وعده حق داد و من به شما وعده باطل دادم و تخلف کردم. من بر شما تسلطی نداشتم جز این که دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید. بنابراین مرا سرزنش نکنید، خود را سرزنش کنید. نه من فریاد رس شما هستم و نه شما فریاد رس من. من نسبت به شرک شما درباره خود که از قبل داشتید و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا قرار دادید بیزار و کافرم. مسلمه ستمکاران عذاب دردناکی دارند و کسانی را که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند به باغهای بهشت وارد می کنند. باغهایی که نهرها از زیر درختانش جاری است، به اذن پروردگارشان جاودانه در آن میمانند و تحیت آنها در آن سلام است. آیا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه و گفتار پاکیزه را به درخت پاکیزه تشبیه کرده که ریشه آن در زمین ثابت و شاخه آن در آسمان است؟ هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش میدهد و خداوند برای مردم مثلها میزند شاید متذکر شوند و پند گیرند. همچنین کلمه خبیثه و سخن آلوده را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد. خداوند کسانی را که ایمان آوردند به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان استوار می دارد هم در این جهان و هم در سرای دیگر و ستمگران را گمراه می سازد و لطف خود را از آنها بر می جیرد. خداوند هر کار را بخواهد و مصلحت بداند انجام می دهد. آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟ سرای نیستی و نابودی همان جهنم است که آنها در آتش آن وارد می شوند و بد قرارگاهی است. آنها برای خدا همتایانی قرار دادند تا مردم را از راه او منحرف و گمراه سازند. بگو چند روزی از زندگی دنیا و لذات آن بهره گیرید، اما عاقبت کار شما به سوی آتش دوزخ است. به بندگان من که ایمان آوردند بگو نماز را برپا دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان آشکار انفاق کنند، پیش از آن که روزی فرارسد که نه در آن خرید و فروش است و نه دوستی. نه با مال می توانند از کیفر خدا رهایی یابند و نه با پیوندهای مادی. خداوند همان کسی است که آسمانها و زمین را آفرید و از آسمان آبی نازل کرد و با آن میوه های مختلف را برای روزی شما از زمین بیرون آورد و کشتی ها را مسخر شما گردانید تا بر صفحه دریا به فرمان او حرکت کنند و نهرها را نیز مسخر شما نمود و خورشید و ماه را که با برنامه منظمی در کارند به تسخیر شما درآورد و شب و روز را نیز مسخر شما ساخت و از هر چیزی که از او خواستید به شما داد و اگر نعمتهای خدا را به شمارید هرگز آنها را شماره نتوانید کرد. انسان ستمگر و ناسپاس است. به یاد آورید زمانی را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر مکه را شهر امنی قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بت‌ها دور نگاه دار. پروردگارا آنها بت‌ها بسیاری از مردم را گمراه ساختند. هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس نافرمانی من کند
تو بخشنده و مهربانی. پروردگارا، من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی‌آب و علفی در کنار خانه‌ای که حرم توست ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند. تو دلهای گروهی از مردم را متوجه آنها ساز و از ثمرات به آنها روزی ده، شاید آنان شکر تو را به جای آورند. پروردگارا، تو می‌دانی آنچه را ما پنهان یا آشکار می‌کنیم و چیزی در زمین آسمان بر خدا پنهان نیست. حمد خدای را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. مسلماً پروردگار من شنونده و اجابت کننده دعاست. پروردگارا، مرا برپا کننده نماز قرار ده و از فرزندانم نیز چنین فرما. پروردگارا، دعای مرا بپذیر. پروردگارا، من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را در آن روز که حساب برپا می شود بیاموز. گمان مبر که خدا از آنچه ظالمان انجام می دهند غافل است. نه، بلکه کیفر آنها را برای روزی تأخیر انداخته است که چشمها در آن به خاطر ترس و وحشت از حرکت باز می ایستد. گردنها را کشیده، سرها را به آسمان بلند کرده، حتی پلک چشمهایشان از حرکت باز می مانند. زیرا به هر طرف نگاه کنند، آثار عذاب آشکار است. و در این حال، دلهایشان فرو می ریزد و از اندیشه و امید خالی می گردند. و مردم را از روزی که عذاب الهی به سراغشان می آید بترسان. آن روز که ظالمان می گویند پروردگارا، مدت کوتاهی ما را مهلت ده تا دعوت تو را بپذیریم و از پیامبران پیروی کنیم. اما پاسخ می شنوند که مگر قبلا سوگند یاد نکرده بودید که زوال و فنایی برای شما نیست؟ آری، شما بودید که در منازل و کاخهای کسانی که به خیشتن ستم کردند ساکن شدید و برای شما آشکار شد چگونه با آنان رفتار کردیم و برای شما مثلها از سرگذشت پیشینیان زدیم، باز هم بیدار نشدید. آنها نهایت مکر و نیرنگ خود را به کار زدند و همه مکرها و توطئه هایشان نزد خدا آشکار است، هرچند مکرشان چنان باشد که کوه ها را از جا برکند. پس گمان مبر که خدا وعده ای را که به پیامبرانش داده تخلف کند، چرا که خداوند قادر و انتقام گیرنده است. در آن روز که این زمین به زمین دیگر و آسمانها به آسمانهای دیگر مبدل می شود و آنان در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می گردند. و در آن روز مجرمان را با هم در قل و زنجیر می بینی که دستها و گردنهایشان را به هم بسته است. لباسهایشان از قطران ماده چسبنده بدبوی قابل اشتعال است و صورتهایشان را آتش می پوشاند. تا خداوند هر کس را هر آنچه انجام داده جزا دهد. به یقین خداوند سریع الحساب است. این قرآن پیام و ابلاغی برای عموم مردم است تا همه به وسیله آن انذار شوند و بدانند او خدای یکتاست و تا صاحبان مغز و اندیشه پنج گیرند.